شبگرد مرد لالیه که خواننده یک کاباره‌ای به اسم شوکت رو از دست چند مرد نجات میده. اون به خاطر حمایت از شوکت با عوامل صاحب کاباره درگیر میشه. به همین خاطر برای رهایی از زندان باید رضایت صاحب کافه رو جلب کنه، اما شرط صاحب کافه برای رضایت ازدواج با شوکته. بخش هایی از فیلم شبگرد رو با هم تماشا میکنیم. ای دل به فکر دل بری، ای دل به من بشنو برو دین پس تو را به دیگری دل بس دروغ و نیرنگ و ترویی به هر کوی و گذر بی آبرویی دیگه عاشق شدن فایده نداره سراغ یار نرو ای دل دوباره سراغ یار نرو ای دل دوباره دیگه با توپم نمیشه جلوشونو گرفت. باید مترو من دونه همه یه باید نه هرکت شنیدن بسته دیگه عاشق شدن فایده نداره سراغ یار نرو ای دل دوباره دیگه بسته دیگه بسته دیگه بسته دیگه بسته شب و بیدار بودن بسته به فکر یار بودن بسته دیگه اصلا شده ای دل در انتظار بودن بسته دیگه بسته دیگه بسته دیگه بسته دیگه بسته. فیلم دو کله شق از این قراره که یه پیرمرد از دو تا دوست میخواد که دخترش رو که توی یه کافه تو کشور امارات زندگی میکنه به بندر بیارن. دو تا رفیق با لنج عازم امارات میشن و دختر رو برخلاف میلش برمیگردونن. دخترم به همین خاطر قصد داره دوستی این دو تا رفیق رو به هم بزنه. فیلم دو کله شق محصول سال 1356. بخشای از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. دریا بزن در خود اینجا وقتی که خوش پکری پر کن یه دینا دل رو به دریا بزن در خود اینجا فیلم کمدی مرغ همسایه که تو سال 1353 ساخته شده راجب ژاله با بازی شورانگیز طباطبایی و برادرش اسماعیل با بازی علی میریه که توی یه خونه اجاره‌ای زندگی میکنن. جمشید قصاب محل با یه مرد چشمچرون و یه جوان دانشجو به اسم حسن خودشونو برای خواستگاری ژاله آماده میکنن.
اسماعیل مقروزه و مرد چشم چرون اونو از دست طلبکارا نجات میده. این مرد تعهد میکنه که بدهیای اونو به شرط ازدواج با ژاله پرداخت کنه. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. هوا خودم خاطر خودم هر جا که باشی با خودم یه عمره که هوا خودم خاطر خودم هر جا که باشی با خودم داستان فیلم اکبر دیلماچ که تو سال 1352 ساخته شده از این قراره. اکبر آقا که زن داره، سر راه دختر فرنگی قرار میگیره که برای نوشتن کتاب به ایران اومده. اکبر که از دختر فرنگی خوشش اومده، بعد از اینکه دختر کیف مدارکش رو گم کرد، دختر رو عقد میکنه. بخشایی از فیلم اکبر دیلماچ رو با هم تماشا میکنیم. مادمازل چرا مجلس ما رو گرم نمی کنی؟ شور و حالی نداره. ببخشین چجوری باید مجلس رو گرم کنم؟ منظورم اینه که حالی صفایت الان یه رقصی چی؟ آشه شما راست بگو مادمازل آقایون تقاضا دارم که یه رقصی هم چی چیزی کارشو بگو. آخ نه من خیلی کسته هم حضوری دست که فیلم فریدس قشنگ با بازی منوچهر وثوق و شورانگیز طباطبایی محصول سال 1356. داستان راجع به جوان بیلیارد بازی به نام فریدس قشنگه که منتظر دختر محبوبش پری از فرنگ برگرده و باهاش ازدواج کنه. مردی به اسم ایرج که پری و هنگام بازگشت به ایران همراهی میکنه تصمیم داره با پری ازدواج کنه. ایرج که تو ایران همسر داره و ثروت اونو تصاحب کرده توی فرودگاه بازداشت میشه. از طرفی پری که از ایرج بار داره روی بازگشت به خونه پدرش رو نداره. بخش هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. قلم علی خان باز از این زهر ماریا به این بچه دادی؟ آمرتزا دیگه بچه نیست.
مرده. اگه مردی به این چیزاست میخوام 70 سال سیا مرد نشه. مردی به این چیزا نیست که. نه نه درست همه خدمه کردم. بعد بابا ما عزاداریم. من اینه خون من خواهم. تو خونمون عزاداری نیستی که عزادار نیستی که باش برو صداشون کن بزر مجلس رو گرم کنن. من میرم سرشون میکنم. آره جنم برو بابا. از این شب خیلی خوشم میاد زینت سر. باشو بریم. چرا؟ چیزی؟ آخه من هر جا میرم این شعر رو میکنم. بینه جا بیای. اومدن این شعرش باب دل منه. بعد دیگه این شعر رو نخونه. چی شد؟ این یارو قلدره رو که یادم چه شوهر ننه. آره. دم به ساعت ایشی رو واسه ننه میخونه. بیا بریم فکر نه تو برو من باید خودو تنها باشم تو حالا سر جاش بیاد برو. یه چیزی دیگه بزنیم بابا. برن شو برو بیاری شد باش. یه رنگ دیگه بزنیم. یه چیزی دیگه بزنیم زود باش. یه رنگ گری. نایاری هم لادرد بزن بلا مال خان باید اجازه بدن اجازه ما هم دست شما زلتون خواهد درخته اجازه بدن خودتون چرا فانه میشی ها مرتضا تو حرفی نداری که ها بلا نامردم چه میشه؟ نامردم این میزون که رفیق جونجوری که ترتیب کار اینا رو خودم میدم سب کالا سب شد پاشی میدم پاشی پاشی پاش برو شید پاش برو پاش برو